اسرائیل آماده ی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران شد. مقامات امنیتی و نظامی رژیم اسرائیل با تشدید لفاظی های خود علیه ایران هشدار دادند که ارتش اسرائیل در حال افزایش آمادگی های خود برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران است. بنیگانس وزیر دفاع اسرائیل در این رابطه مدعی شد در صورت وقوع جنگ منطقه‌ای اسرائیل عملیاتهایی را انجام خواهد داد که در گذشته دیده نشده است بنابر گزارش تایمز اسرائیل جنرال آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز دیروز سهشنبه در این باره به کمیته امور خارجه و دفاع کنست گفت که ارتش در حال تسریع برنامه ریزی عملیاتی و آمادگی خود برای مقابله با تهدید هستهای ایران است او افزود خوشبختانه بودجه که هفته گذشته تصویب شد امکان مقابله با انواع تهدیدها را فراهم می کند. اظهارات کوخابی در حالی بیان شد که انتظار می رود نیروی هوایی اسرائیل تمرینات خود را برای حمله به تأسیسات هسته ایران از سر بگیرد. در ماه ژانویه گذشته کوخاوی اعلام کرده بود که به ارتش دستور داده تا طرحهای حمله جدیدی را برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران آماده کند و ماه گذشته نیز طبق ها دولت اسرائیل بودجه ای خاص را برای عملی کردن این طرحها اختصاص داد کوخاوی در سخنان دیروز خود همچنین به اعضای کنست گفت که اسرائیل در جبه های متعدد با چالش‌های امنیتی بسیاری مواجه است او گفت در سال گذشته ما به عملیات علیه دشمنان خود در مأموریت‌ها و عملیات‌های مخفی در سراسر خاور میانه ادامه داده این ارتش اسرائیل به اقدامات خود برای رفع تهدیدها ادامه خواهد داد و به هر گونه نقض حاکمیت اسرائیل در غزه یا جبهه شمال حزب الله لبنان با قدرت پاسخ خواهد داد. کوخاوی گفت ارتش اسرائیل بر روی دو تهدید اصلی دیگر به جز برنامه هسته ایران متمرکز است. حملات هوایی در قالب راکت، موشک های دقیق، موشک های کروز و هواپیماهای بدون سرنشین و نیز واحدهای نفوذی که تلاش می‌کنند تا یک جامعه مرزی اسرائیل را به تصرف خود درآورند. در همین حال بنیگانس نیز روز سهشنبه در مراسم افتتاح کارخانه جدید شرکت تسلیحاتی رافائل اسرائیل در شهر شلومی شمالی در سخنانی مدعی و متعهد شد که اسرائیل اجازه نخواهد داد تسلیحات پیشرفته به نیروهای نیابتی منطقه ایران برسد. او گفت 15 سال پیش این مکان در اثر موشک‌های حزب الله و تهدید استقرار نظامی ایران در سوریه سوخت. او گفت در سطح عملیاتی ما به طور گسترده عمل میکنیم. ما اجازه نمی‌دهیم حزب الله و دیگر نیروهای نیابتی ایران در منطقه به سلاح‌های مجهز شوند که به برتری نظامی اسرائیل در منطقه آسیب برساند. گانس مدعی شد با وجودی که اسرائیل به طور مداوم برای جلوگیری از جنگ کار می کند اما اگر جنگی رخ دهد ده ما آماده خواهیم بود تا با انجام عملیاتی که در گذشته ندیده بودیم و با وسایلی که در گذشته نداشتیم به قلب ترور و توانایی های آنها ضربه بزنیم. واکنش آمریکا به تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات تازه رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه این, این رژیم برنامه های عملیاتیش برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته ایران را تسری بخشیده است و آیا با توجه به چنین اظهاراتی اقدامات آمریکا برای بازگشت مذاکرات احیای توافق هسته در وین پیچیدهتر میشود و آیا اصلا تأثیری بر این موضوع دارد یا نه

ما در عقیده و در اظهاراتمان و در اعتقاداتمان به اینکه بازگشتی دو جانبه به پایبندی هنوز موثرترین ابزاری است که میتوان با آن به طور دائمی و قابل راستی آزمایی از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای اطمینان یافت جدی و ثابت قدم بوده ایم. پرایس ادامه داد ما باور داریم نتیجه ای دیپلماتیک بازگشتی دو جانبه به پایبندی به برجام در راستای منافع ملی آمریکا و به نفع شرکا و متحدان ما در منطقه است که ببینند ایران هیچگاه در جایگاه دست یافتن به یک سلاح ای قرار نگیرد به همین دلیل است که ما به دنبال تعامل سازنده در وین هستیم از جمله وقتی که مذاکرات بعدی در ماه جاری از سر گرفته می شوند ممنون که تا پایان با ما همراه بودید جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان کانال آژیر خبر را سابسکرایب و زنگوله آن را فعال کنید وقتتون خوش و خدا نگهدار